خودتون رو گذاشتین میهن پرست که اگه شعورتون برسه بریم این ویدیو رو ببینیم. جناب قاسمی شما صدا رو باید از جای دیگه بشنوید. آره من خواهم کنم ببندم. دوستان این ویدیو اول تقریبا 16 دقیقه است که حدودا حالا نه 20 دقیقه با تیتراژ اول آخرش 20 دقیقه است که ما حالا یه بخشایش اصلا نیاز نداره ببینیم به خاطر همین می‌ذاریم بره جلو، ولی می‌خوایم توضیح بدیم که چه چیزایی رو ما قبل از اینها چندین سال قبل از اینها اومدیم تذکر دادیم، اومدیم اخطار دادیم، اومدیم سر انتخابات آمریکا اخطار دادیم بابا لامصب باعث ایجاد نفاق بین مردم نشید. گوش نکردید. ببینیم اسنادی که بعد از چندین ماه از ما افشاگری شده مهر تاییدی بود رو تک تک جملات ما و اینکه هر کسی که در انتخابات آمریکا دخالت کرد به قول آقای قاسمی عاملی شد که ایران نابود بشه و فراموش بشه خیانت کرده به ایران و به مردم ایران و به خونهای جوانان ایرانی. همه تون شما خائنهایی هستید مثل خائنهای 57 که به ایران و مردم ایران خیانت کردن و باید جوابگو باشید. مردم ایران از شما نمیگذرن، فراموش نمی کنن. این خیانتهایی که احمقانه مرتکب میشید و ایران رو به دستاندازهای بدتر انداختید. مشکل ایران شماها هستید که سر راه پیروزی قرار گرفتید. مشکل مردم ایران شماها هستید که سر راه پیروزی و گذر از جمهوری اسلامی قرار گرفتید. جمهوری اسلامی مشکل نیست. مشکل مردم ایران شما بیخردها هستید که از سال 57 تا امروز جلو پیروزی مردم و نسل جوان رو گرفتید، پا گذاشتید رو خون بچه‌های مردم. این مستندی که جمهوری اسلامی داره پخش میکنه مهر تایید رو تک تک حرفای ما که ما درست میگفتیم که جمهوری اسلامی با خود اسرائیل دستش توی کاسه است. ما درست میگفتیم که بابا ترامپ جزو اربابان مافیاست، مافیایی رو انتخابش کردن، دخالت نکنید. چرا مردم رو سرگرم کردید؟ این مستندها رو درست نگاه کنید، ما به موقع براتون باز توضیح میدیم. یازدهم بهمن 99 درست 10 روز بعد از تحلیف پرسر و صدای جو بایدن خبر یک انتصاب واکنش‌های زیادی رو در ایران و آمریکا به دنبال دارد. رابرت مالی، وکیل 57 ساله، متولد نیویورک، از پدری مصری و یهودی که مدت‌ها خبرنگار روزنامه الجمهوریه بود
و مادری آمریکایی و یهودی که سالهای قبل از ازدواجش رو به صورت پاره وقت در سازمان CIA مشغول به کار بود. و حالا فرزندشون راب نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران است. یک چهره آرام و نسبتاً شرقی، جایگزین الیوت آبرامز همیشه عصبانی زمان ترامپ. واکنش ها بیشتر از معمول غیر منتظره و غیر طبیعی است. همکلاس باراک اوباما در مدرسه حقوق هاروارد احتمالاً باید رازهایی با خود داشته باشد که این چنین سر و صدا به پا کرده است و جو بایدن برای حضورش هزینه مخالفت سنگین تندروهای کنگره را تحمل کرده. هنوز یک ماه از انتصاب رابرت مالی نگذشته که واشنگتن تایمز اولین اسناد خودش رو منتشر میکنه. دیدارهای گسترده رابرت مالی با جواد ظریف در سال 2019. این گزارش تقریبا مفصل طولانی 13-14 صفحه است از آن چه که در بعد از انتخاب دونالد ترامپ و انتصاب تیم سیاست خارجی اون دموکرات ها انجام دادن و تیم سیاست خارجی کنونی آقای بایدن انجام داده، از ملاقات هایی که آقای رابرت مالی در سال 2019 با جواد ظریف داشته. اصل دیدارها البته تایید قبلی خود مالی را داشتند. در یک مصاحبه تلویزیونی به حاشیه رفته. هم آقای کری هم فکر کنم شما با طرف ایرانی دیدار کردید بعد از بود از رسیدن آقای ترامپ و بر اساس گزارش ها به اونها گفتید که سعی کنید به دولت ترامپ بهانه ندید و در برجام بمونید. ارزیابی شما از پاسخ ایرانی ها در این گفتگوهای غیر رسمی چیست؟ بله، من پیوسته با مقام های ایران در گفتگو هستم. تصاویر منتشر شده از راب مالی در جریان مذاکرات هسته‌ای 2015 خبر از جایگاه مهم و کمتر دیده شده او در حلقه اول مذاکره کننده های آمریکایی می‌دهد. همونگونه که وندی شرمن نیز در کتاب خاطراتش بر این جایگاه صحه می‌گذارد. اما به نظر ماجرا ابعاد دیگری هم دارد که شاید مرتبط با دیدارهای او و ظریف در دوران ترامپ و حضور او در تیم مذاکره کننده آمریکایی باشد. ریاست او بر یک اندیشکده معروف احتمالاً بتواند سرنخ‌های دیگری هم بدهد. یم هیچ نشانی برای چنین وضعیتی وجود نداره. گروه بین‌المللی بحران که من ریاستش رو دارم یه گزارش مفصل در این مورد منتشر کرده. گروه بین‌المللی بحران، گروهی که قبلا نیز در جریان توافق هسته‌ای خبرساز شده بود. هالوین استوریج اند اول، این عین همونیه که تو برجامه مو نمیزنه. با جزئیات بیش از 90% برجام عیناً، نه حدوداً، نه در حقیقت تحلیلی، به جزئیات. جالب‌تر از این که گفتی که کلش باید بره توی یه جا و بره توی نتنز اینه که گفتی که کلش هم گفته آدرس هم داده سانتریفیوژای اضافه رو ببره تو سالن بی نتنز بذاره. ببین تا کجا ریز شده. تو برجام عین اینه، مو نمیزنه جدن ها. بعد این متن الان ببین الان بعد فارسیشو برداشتن میکنم انگلیسیشم بعدم برداشتن چرا عین برجام. دولت ایران ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به یک برنامه محدود بکنه که 6400 سو در یک مجتمع محدود بشه. اونجا 6400 تا نمی دقت کنید. الان ما چند تا سانتریفیوژ داریم؟ کل دعوا یک سانتریفیوژ 100 تا بوده. اون سانتریفیوژ تحت نظر
مهرموم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ویدیو سرویلنس یعنی دوربین های آژانس اونجا انبار بشه. این عین متن برجام. این الان یه طرحیه که یک مؤسسه، یک تینک تنگ اندیشکده بین‌المللی به نام اینترنشنال کرایسیس گروپ ارائه داده. یکی از اندیشکده های به شدت نزدیک و کاملا وابسته به وزارت خارجه امریکا یه گزارش رو منتشر میکنه 14 ماه قبل از برجام. میتونی بیاری در تصویر؟ بیار تصویر خودمون. من یه مطلبی رو اینجا بگم حالا در پیروی صحبت شما. دوستان ببینید، این آقای رابرت مالی که در دولت ترامپ، خوب دقت کنید لطفا به این مسائل. اولا همون جوری که ما توی برنامه گذاشتمون گفتیم و دیدید، علی خامنه‌ای هم اومد رسما اعلام کرد که سیاست خارجه یک کشور دست وزیر امور خارجه نیست و مأمور اجرای اون سیاست وزارت امور خارجه و کلا دولته. این در تمام دنیا صدق میکنه. بحث خامنه ای نیست، بحث آمریکا نیست، بحث انگلستان نیست، بحث اسرائیل نیست، بحث جای دیگه نیست. سیاست جای دیگه طراحی میشه، تدوین میشه، مأمور اجرای اون سیاست در 4 سال یا 8 سال دولتیه که توی اون سیستم یا مکانیزم انتخاب نوکر، دقت کنید، نوکر یا حمال اجرای اون سیاست باید بیاد کار کنه. حالا اسمش میشه دولت، رئیس جمهور، هیئت دولت، نخست وزیر و هوا وقتانه داستانهایی که در موردش خبر داریم. چیزی که آقا الان توی مستند داره میگه، اول به خبرنگار بی بی سی داره اعلام میکنه، میگه که بله من در دوره ترامپ، ایشون در دولت ترامپ هیچ کار است، دقت کنید، در دولت ترامپ هیچ کار است. اما در دوره‌ای که ترامپ در دولت ترامپ هست، ایشون با مقامات جمهوری اسلامی دیدار میکنه و به جمهوری اسلامی نمیگه بیاید ما چیز کنید، قرارداد ببندید. به جمهوری اسلامی میگه بازی اینه، شما باید بازی رو اینجوری جلو برید، مأموریتتون اینه در دولت ترامپ، شما مأموریتتون اینه. چرا اینو میگه؟ چون این آقای مالی از طرف حکومت، وزارت امور خارجه، حکومت اصلی، اندیشکده ها، میاد سیاست رو تعریف میکنه برای یه مهره مثل جمهوری اسلامی که شما این حرکت رو بکن. سیاستی که برای این یکی مهره، یعنی دولت آمریکا هست، باید نقطه مقابل اون بازی رو انجام بده که گام به گام به موازات هم این بازی بره جلو، برسه به جایی که یه دفعه بایدن میاد تو کار و ادامه داستان که قبلا در موردش توضیح دادیم. پس زمانی که ترامپ در دولته، هم مهره های جورج سوروس تحت عنوان FTD اون کمپین فشار حداکثری رو در دولت ترامپ جلو میبرن. خواهش میکنم دوستان خوب دقت کنید، کمپین فشار حداکثری شما اگر سرچ کنید توی یوتیوب یا گوگل، همین رژیم اینترنشنال چند مستند در موردش داره، میتونید به اونها رو گوش کنید. مهره هایی که توی اون کمپین از سعید قاسمی نژاد بگیرید تا برید برای ولی نصر که گنده گنده شونه، مهره ها مهره های FTD هستن. FTD بنیاد دفاع دموکراسی، زیر مجموعه سوروس،
مخالف ترامپ در دولت ترامپ. دقت کردید به این؟ حالا این بخشیه که ترامپ باید انجام بده، فشار حداکثری. مأموریتی که جمهوری اسلامی داده میشه توسط دولت آمریکا نیست، توسط حکومت آمریکا از طریق رابرت مالی و رابرت مالی ها به حکومت جمهوری اسلامی داده میشه که شما این گام رو بردارید، این گام رو برمی‌داره و میای این سیاست اینجوری میره جلو. اما من و شما ایرانی ایران نمی‌بینیم، اینا پشت پرده است. ما چی می‌بینیم؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور آمریکا شده دونالد ترامپ و سه تا وزیر امور خارجه‌اش میان میگن خلیج عربی. اولین رئیس جمهور آمریکا و سه وزیر امور خارجه‌اش میان رسما در تریبون‌های رسمی میان اعلام می‌کنن خلیج عربی. دیدید دیگه، ویدیوش هست. هیچ کدوم رئیس جمهور آمریکا غلط نکردن به جز ترامپ و سه وزیر امور خارجه‌اش. اما پروپاگاندایی که اون کارشناسایی که گفتم از افتیدی میاد توی این رسانه ها و برای من شما میرن بالای منبر، اون پروپاگاندا و حماقت ما ایرانی ها، ما از ترامپ بوت میسازیم. دقت کردید به این؟ اولین رئیس جمهور آمریکا که میاد میگه خلیج فلان و سه وزیر امور خارجه‌اش، ما میایم از این بوت میسازیم و خودمون رو درگیر این بازیه میکنیم. اون پشت رابرت مالی و رابرت مالی ها و حکومت آمریکا با جمهوری اسلامی دارن گام های بعدی رو برمیدارن. این اونجاییه که من به شما میگم باید از پای منبرها بلند شیم. این چیزی که ما هم داریم در موردش صحبت میکنیم دوستان، اسنادیه که بخش اصولگرای جمهوری اسلامی بر علیه اصلاح طلبان جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه. هدف ما استفاده از این ابزاریه که خودشون دادن برای اینکه یک، صحبت‌های خودمون رو که قبلا انجام داده بودیم بهتر متوجه بشیم و دو، ابزار خودشون رو تو سر خود تکلیف اصلاح طلب، چهره اصلاح طلب مثل محمد خاتمی، تکلیف اصولگرا مثل سعید قاسمی، مثل عباسی، مثل مشتبه خامنه‌ای، مثل خود علی خامنه‌ای، مثل احمد خاتمی و امثال اینها، این تکلیفشون با ملت روشنه. ملت میدونن احمد خاتمی یعنی کی، ملت میدونن احمد جنتی یعنی کی، علی خامنه‌ای یعنی کی. این برای ملت شناخته شدن. اما اونجایی ما ملت فریب خورده توی 26 سال گذشته که افرادی مثل محمد خاتمی ها رو آوردن بدک دوزک کردن و ما رو سرگرم کردن، افرادی مثل تاج‌زاده ها، افرادی مثل سالار زیبا کلام ها، افرادی مثل ابوالفضل قدیانی ها، افرادی مثل نوریزاده ها، افرادی مثل نسرین ستوده ها، افرادی مثل نرگس محمدی ها. ملت تکلیفشون با این جانوران مشخص نیست. خیلی مهمه شما تکلیفت با رائفی پور و امثال این آشکارا روشنه. میدونید یارو اینه و اگر شما بخوایی باش مقابله کنی چجوری باید باش مقابله کنی. اما تکلیفت با تاج‌زاده مشخص نیست. تاج‌زاده قیام دیما رو میگه خرد خاشاک، برای تبلیغات میاد میگه آقا چرا دارید به ملت ظلم میکنید. تکلیفتون، تکلیف ما ملت اینجا روشن نیست و این پروپاگاندای رسانه‌ای اینجا ما رو فریب میده. حالا هدف ما از پخش این مستندی که خود جمهوری اسلامی پخش کرده اینه دوستان، این وقتی اصولگرا، اون مافیای اصولگرا، یک انتصاب با کنش‌های زیادی رو در ایران وکیل 57 ساله متولد نیویورک از پدری مصری و یهودی که مدت‌ها خبرنگار روزنامه الجمهوریه بود و مادری آمریکایی و یهودی که سال‌های قبل از ازدواجش رو به صورت پای وقت در سازمان CIA مشغول به کار بود و حالا فرزندشون راب نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران است. یک چهره آرام و نسبتاً شرقی، جایگزین الیوت آبرامز همیشه عصبانی زمان ترامپ. واکنش ها بیشتر از معمول غیر منتظره و غیر طبیعی است. همکلاس بارک اوباما در مدرسه حقوق هاروارد احتمالاً باید رازهایی با خود داشته باشد که این چنین سر و صدا به پا کرده است و جو بایدن برای حضورش هزینه مخالفت سنگین تندروهای کنگره را تحمل کرده.
هنوز یک ماه از انتصاب رابرت مالی نگذشته که واشنگتن تایمز اولین اسناد خودش رو منتشر میکنه. دیدارهای گسترده ی رابرت مالی با جوان ظریف در سال 2019. این گزارش تقریبا مفصل طولانی 13-14 صفحه است از آن چه که در بعد از انتخاب دونالد ترامپ و انتصاب تیم سیاست خارجی اون دموکرات ها انجام دارن و تیم سیاست خارجی کنونی آقای بایدن انجام داده، از ملاقات هایی که آقای رابرت مالی در سال 2019 با جواد ظریف داشته. اصل دیدارها البته تایید قبلی خود مالی را داشتند در یک مصاحبه تلویزیونی به حاشیه رفته. هم آقای کری هم فکر کنم شما دو طرف ایرانی دیدار کردید بعد از بود از اسلن آقای ترامپ و بر اساس گزارش ها به گفتید که سعی کنید به دولت ترامپ بهانه ندید و در برجام بمونید. ارزیابی شما از پاسخ ایرانی ها در این گفتگو غیر رسمی چیست؟ بله، من پیوسته با مقام های ایران در گفتگو هستم. تصاویر منتشر شده از راب مالی در جریان مذاکرات هسته‌ای 2015 خبر از جایگاه مهم و کم تردیده شده او در حلقه اول مذاکره کننده های آمریکایی می‌دهد. همونگونه که من میشه من نیز در کتاب خاطراتش بر این جایگاه صحه گذارد. اما به نظر ماجرا ابعاد دیگری هم دارد که شاید مرتبط با دیدارهای او و ظریف در دوران ترامپ و حضور او در تیم مذاکره کننده آمریکایی باشد. ریاست او بر یک اندیشکده معروف احتمالاً بتواند سرنخ‌های دیگری هم بدهد. دوستان دقت کردین چی شد؟ رابرت مالی مسئول میز ایران در کاخ سفید در دولت جو بایدن قبلا در دولت ترامپ هم دارای پست بوده. نفرات رو شناسایی کنید این وسط، کد ها رو بگیرید داستان چیه. میگم هیچ نشانی برای چنین وضعیتی وجود نداره. گروه بین‌المللی بحران که من ریاستش رو دارم یک گزارش مفصل در این مورد منتشر کرده. گروه بین‌المللی بحران، گروهی که قبلا نیز در جریان توافق هسته‌ای خبرساز شده بود. هاربین استوریج آف آل، این همون یکی که برجامه نون نمیزنه با جزئیات. بیش از 90% برجام عیناً نه حدودم نه در حقیقت تحلیلی به جزئیات. جالبتر از این که گفتی که کلش باید بره توی یه جا و بره توی نتنز اینه که گفتی که کلش هم گفته آدرس هم داده سانتریفیوژای اضافه رو ببره تو سالن بی نتنز بذاره. ببین تا کجا ریز شده، تو برجام این اینه مونه میزنه جدن ها. فقط این مطلب الان بیم الان بعد فاتوش رو برداشتن کنم نزیشتن بردن برداشتن چرا این برجام دولت ایران ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به یک برنامه محدود بکنه که 6400 سو در یک مجتمع محدود بشه. اونجا 6400 تا هست دیگه می دقت کنید الان ما چند تا هم چیز می دهد کل دعوان یک ساعت هم سخته بوده اما هم سخته بیمه تحت نظر مهرموم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ویدیو سرویلنس یعنی دوربین های آژانس اونجا انبار بشه. این عین متن برجام. این الان یه طرحیه که یک مؤسسه یک تینک تنک اندیشکده بین‌المللی به نام اینترنشنال کرایسیس گروپ ارائه داده. یکی از اندیشکده ها به شدت نزدیک و کاملا وابسته وزارت خارجه امریکا یه گزارش رو منتشر میکنه 14 ماه قبل از برجام که اومده کارت اسمش رو گذاشته که حل مکعب روبی که نسبت داده به پرونده هسته‌ای. گروه بین‌المللی بحران، نامی ناشناخته در ایران و البته مشهور در دنیا. 9 می 2014 یعنی 14 ماه قبل برجام
و در حالی که دو طرف میگفتن هنوز هیچ چیز مشخص نیست، متن برجام رو منتشر میکنه. البته نه اونقدرها هم ساده که تصور میشد. بعد از یک سفر یک هفته‌ای به تهران در اواخر اسفند 92، یه اکیپی میرم توی سنویش درست اسفند میرم چهارشنبه شده توی سنویش میرم میرم اکتاش هم هست دیگه پنجم شیشم به فروردین هم میرم بیرون این دوادن برای چهارشنبه شده دیگه نو دیگه خدا این ها چهارشنبه شده دوست دارم 28 همه جا تحتیل این ها میرم توی منظور در این جمله سیاسی که میگه میدونید اینا چهارشنبه سوری دوست دارن یعنی میدونید اینا کلن آتش بازی دوست دارن، یعنی این نشست ها در نهایت ختم میشه به آتش بازی. 14 چهارده اردیبهشت ماه متن منتشر میشه. بعد این متن الان ببینیم الان بعد فارسیشو برداشت نمیکنم نیستم بعدم برداشتم درست احساس میکنم سال این برجام باید مجموعه آب سنگین عراق رو ایران بیاد مادیفای کنه. مادیفای الان یه معنی مهمش که اینجا اسم باشه اصلاح. Because of this deal, Iran will modify the core of its reactor in Iraq. International Crisis Group. گروه بحران بینیاری کیه؟ وزارت خارجه آمریکا. کیه آقای جوسپرس؟ کیه شیمون پرس به عضو هیئت مشاوران بین‌المللیشون؟ دو نفر جورج سوروس شیمون پرز یک ما نتونستیم یک ریال حداقل از امنه قنیسازی و عراق و توان هستی یک قدم یک اپسیلون حرف خودمون رو به اونا بقبولیم اینه چرا حداقل 4-15 ماه 20 ماه قبل از داستان وین داره نشون میده این گزارش و حرفایی که خود آمریکایی‌ها برای زدن حرفاشون رو از پیش نوشتن به ما تحمیلش کردند. ماجرای گروه بحران به تدریج جالب‌تر هم میشه. طبق اعلام سایت رسمی گروه بحران یکی از حامیهای مالی اونها یک بنیاد معروف و آشناست. بنیاد برادران راکفلر. Billionaire financier David Rockefeller of Chase Manhattan Bank has been a steady donor to the Bilderberg meetings and has been a cornerstone of the group's development. و در همان حول و حوش بود که رسانه‌های آمریکایی خبر دیگه‌ای هم منتشر می‌کنند. خبری از هزینه 870 میلیون دلاری برای سر گرفتن توافق هسته‌ای از سوی بنیاد برادران راکفلر. I felt that Sergeant Henry Kissinger, who also known and worked with me on this, worked together, we felt that at the very least he should be invited to find refuge in the United States. Or if we didn't do that, that at least the United States should help him because he had been a good friend. گروه بین المللی بحران البته اعضای مهم دیگری هم در هیئت امنای خود دارد. زیپین لیتنی وزیر خارجه سابق اسرائیل. وزیر خارجه اسلق اسرائیل یکی دیگه از اعضای این گروه هست. به جز زیبنی که مشهور به ایجاد کانال‌های خاص اطلاعاتی با آمریکایی هاست، گروه بحران یک شخصیت ویژه هم در کنار خود دارد. حامی اصلی مالی یعنی جورج سوروس. که به جز حضور پسرش الکسان در هیئت امنای گروه بحران، طبق گزارش‌های منتشر شده در سایت گروه، علاوه بر صدها میلیون دلار کمک مالی، سوروس جزو مؤسسین گروه بحران نیز به حساب می آید. علاقه جورج سوروس به ایران البته همیشه جزو اخبار محافل رسانه‌ای بوده است. Wow.
همزمان با پایان مذاکرات منتهی به برجام، گروه بین‌المللی بحران در سایت رسمی خودش با انتشار متنی که نشان از پیام خصوصی ظریف و تشکر از نقش گروه بحران در مذاکرات هسته‌ای دارد، هم به برخی تهدیدها درباره ارتباط مؤثر گروه با برجام پایان می‌دهد و هم ناخودآگاه حسن ظن همیشگی محمد جواد ظریف به همه گروه‌ها و نهادهای بین‌المللی را به مخاطب ایرانی یادآوری می‌کند. امروز یک روز تاریخی است. رابرت مالی بلا فاصله بعد از مذاکرات هسته‌ای ارتقا پیدا می کند و از مدیر منطقه‌ای گروه بین المللی بحران به ریاست گروه می رسد و دو سال بعد با انتصاب به نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران، پرده از روابط رسمی وزارت خارجه آمریکا و گروه بین المللی بحران نیز برداشته می شود. اما ماجرا تازه دارد به مهمترین بخش خودش می‌رسد. تکه‌های جدا شده برجام دوباره قرار است به هم متصل شوند و بدون نقشه راه و توافقی مجدد امکان پذیر نیست. و در حالی که دو ماه مانده به انتخابات حساس 1400، به نظر می‌رسد تیم مذاکره دولت فعلی ایران نیاز به یک توافقی سریع تر دارد. اگر ملت ایرانی اجازه بدهد، اگر رهبری معظم و فرهیخته ما یاری کند و هدایت کند، با همین دکتر ظریف قضیه تحریم ها و اسنادی نشان می‌دهد گویا قرار است دوباره یک توافق از قبل آماده شده روی میز باشد. گروه بحران سند پنجم برجامی خودش را منتشر می‌کند. سندی که حتی قبل از حضور جو بایدن در کاخ سفید روی سایت اصلی رفته است و بند بند یک توافق جدید را آماده کرده است. دوستان اینجا رو دقت کنیم، رسیدیم به جای حساس. دوستان بخونید اینجا رو ببینید چی نوشته. اینو دیگه نه سعید قاسمی گفته نه من. موضع‌گیری تکمیلی اروپا میتواند فضا را تلطیف کند
و به دولت بایدن. دوستان این متن مال سال 2018، این متن برای سال 2018 که اسم دولت بایدن داره میاد. گوش کنید، موضع‌گیری تکمیلی اروپا میتواند فضا را تلطیف کند و به دولت بایدن فرصت بیشتری برای پیگیری دیپلماسی بدهد. ترنیکای اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا میتواند ابتکار بیش خرید نفت را، نمیدونم چیکار کن، رفت زیر یه لاک سیاه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ارائه شد احیا کند. حالا اینجا این همون متنیه که حدودا 3 ماه پیش اینطورا، حالا یه خورده کمتر یا بیشتر، ما در رستاخیز سیمرغ یه ویدیویی گذاشتیم که دولت آمریکا میخواد 10 میلیارد به جمهوری اسلامی پول تزریق کنه، 5 میلیارد هم با وامش موافقت کنه از بانک جهانی. نگاه کنید، نوشته یک خط اعتباری 5 تا 10 میلیارد دلاری که از تایید واشنگتن برخوردار باشد میتواند امدادی ضربتی برای اقتصاد ایران باشد و به این کشور فرصت مانور سیاسی بدهد. این اقدام به دولت بایدن هم این امکان را می‌دهد. تار عنکبوت تحریم‌هایی را که دولت ترامپ گرداگرد ایران تنیده است را از هم باز کند. یعنی چی؟ یعنی کاملا هماهنگ. دولت ترامپ عمدن اومده یک سری تارهایی را به اسم تحریم تنیده که الان در دولت بایدن بیان بهره برداری اقتصادی و سیاسی ازش ببرن. بابا قابل توجه آدم‌های بیشعور. این مت برای سال 2018 میلادی یا ترسایی میباشد. اینو دیگه رستاخیز سیمرغ و سعید قاسمی و من مهران کمالپور نگفتیم. اون کسی که در اینستاگرام میاد سوال میکنه اگر ترامپ میدونسته چرا داره خودش رو جرواجر میکنه که تقلب شده، اون جرواجر میکنه تا یه سری افراد احمق رو فریب بده تا ازش گلوبالیست سوء استفاده بکنن. یه سری افراد احمق هم فریب رسانه‌های گلوبالیستی رو در این رابطه و پخش اخبار چرندپرند میخورن. رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا ابزار قدرت و حکومت در سایه است، کاری نیست، نقطه هدف براش تعیین میشه، باید به اون سمت حرکت کنه. وسیله رفتن به اون هدف رو خودش انتخاب میکنه که پیاده بره، با موتور بره، با ماشین بره یا با هواپیما، اما باید اون هدفی که حکومت سایه براش تعیین کرده رو تأمین بکند. بفهمید. روزهای آینده آبستن اتفاقات مهم می‌خواهند بود. آیا حسن نیت همیشگی تیم مذاکره ایران در قبال تیم آمریکایی مسلح به توافقات از قبل آماده شده دوباره تاریخ را تکرار می‌کند؟ اصرار تیم آمریکایی به پشتوانه سند گروه بحران که اکنون روابط مالی و کانال‌های اطلاعاتیش با رژیم اسرائیل آشکارتر از گذشته شده، اجرای لغو تحریم ها بر روی کاغذ است. بر روی کاغذ یعنی چی؟ یعنی اینا جنگ زرگریه. و باید دید تیم ایران دوباره کشور را مجبور به کاهش همین چند گام هسته‌ای در قبال برداشتن تحریم ها بر روی کاغذ خواهد کرد. آه!
بله این بخشی هم که دیدید که همیهنان ما اومدن تو خیابون موجهایی که جریان‌های داخلی می‌سازن که ازش استفاده ابزاری کنن. متاسفانه مردم ما هم به خاطر اینکه در یک خفقان و محدودیت شدید هستن تا میدون رو براشون باز میکنن با ساز و آواز و موسیقی و رقص و دختر و پسر بریزن با هم مختلط باشن، اصلا فراموش میکنن که بابا ایرانو به حراج گذاشتن، نابود کردن ایرانو و الان اومدی دنبال چی میگردی؟ شما دارید سر قبر خودتون بزن و برقص میکنید، چرا حالیتون نیست؟ بازی تحریم و رفع تحریم و این فشارهای اقتصادی کندن گور مردم ایرانه که شما اومدید بالا سر قبر خودتون دارید میرقصید که تاریخ مرگتون برسه، چرا نمیفهمید؟ سعید جان قسمت اول تموم شد. صدای من داری؟ Yes, of course, یک عدد. خب دوستان امیدوارم که نکات این ویدیو بخش اول دیده باشید. برنجا تو بخش دوم من تو صحبت میکنم یه قسمتی از راجبه یه پسری جوونی صحبت میکنه از بنیاد دفاع از دموکراسیان و نقشش در این بنیاد سرگوه چار؟ اگه اون همون بخشش رو چیز کن بعدا دوستان میتونن خودشون برن بگردن پیدا کنن برگشت گوشتا همون یه بخش همون پسرکه اونو لطفا آماده بذارش. من چند تا مطلب رو بگم. اولی که دوستان توی فیسبوک لطفا برنامه رو پخش کنید، دوستانتون رو دعوت کنید این برنامه رو ببینن. ما گفتم نمیخوایم آدم دور منبرمون جمع بشه، ما میخوایم افراد بیشتری جمع بشن بشنون و برن به فکر چاره باشن. تمام این جریاناتی که الان برای شما تعریف کردیم و دیدید و اتفاقاتی که اون سه آخون داخل ایران میخوان انجام بدن و طرح میثاق ولایت و کوفت زهرمار، همه این سناریوها رو حالا راه درمانش هم بعد به شما میگیم که راه درمان و راه ریختن این بازی یا زدن زیر این میز چیه که در ادامه بهش میپردازیم. فعلا ما داریم سناریو خوابی که برای ما دیدن در یکی دو سال آینده رو براتون تعریف می‌کنیم که داره به کجا میرسه و کشور ما به چه مرحله‌ای داره میرسه توسط این مافیا. این راوی ما الان به صورت راوی داریم داستان رو تعریف میکنیم. اما اونجایی که صحبت میشه و این سندی که الان کمارپور نشون داد توی این مستند، سال 2018 توافقنامه بعدی که حالا اسمشو میذارن برجام دو، یا یادم اون موقع مانوک صحبتشو میکرد برجام دو و طلا میده صیغه میکنه. البته به شما بگم مثلا یک کسی مثل مانوک خدابخشیان این اندیشکده ها رو زیر نظر داشت که میومد صحبت میکرد، بعد خیلی ها فکر میکردن که ایشون غیبگوی از غیب داره حرف میزنه. حالا اون توی بخش خودش رستاخیز سیمون هم توی بخش خودش صحبت هایی که میکنیم ما امروز چون قراره یک سال دیگه، شیش ماه دیگه، هفت ماه دیگه اتفاق بیفته، برای خیلی ها ممکنه عجیب غریب بیاد که همون که تا امروز اومده ولی دیدید که اتفاق افتاده. برای این مسئله خیلی مهمه. اما اون 2018 که این طرح برجام دو که الان دارن توی وین به قول معروف سیرکشو پیاده میکنن و اجرا میکنن در دولت آقای ترامپه. من تو برنامه گذشته گفتم یه بار دیگه هم الان میگم، در چهار سال، در پرانتز چهار ساله دولت ترامپ، ملت ایران، مردم ایران، سفره‌های ایران و اصلا کلن زندگی مردم ایران 400 تا 500 برابر فقیرتر و فشار روی ملت بیشتر شد. اتفاقا در این 4 سال دست رژیم از همیشه بازتر بود، اتفاقا دست رژیم بازتر بود، اما مردم ایران در این 4 سال فقیرتر شدن. یعنی در قبل از دولت ترامپ اوباما، اگر شما مثلا وضعیت اقتصادی داخل ایران، هممون فامیلامون داخل ایران هم، خیلی هم الان بچه هایی که دارم میشنم خودشون داخل ایران هم. شما 5 سال پیش 6 سال پیش مثلا اگه تخم مرغی رو میدید خیلی گرون شده بود، خیلی گرون شده بود، مثلا شده بود 60 تک تومانی، خیلی دیگه گرون شده بود، شده بود 60 تک تومانی. اما در 4 سال ریاست جمهوری آقای ترامپ از دید خیلی ها وطن پرست، یک دونه تخم مرغ شد 2500 تومان. یک کیلو گوشت مرغ، آره دیگه، یک کیلو گوشت مرغی که 5 6 سال پیش بود کیلویی 700 تومان 800 تومان مردم میگفتن گرونه،
در طول این 4 سال و به بعد از این 4 سال، چون پس زلزله هاش میاد دیگه، بعد از این 4 سال این گوشت مرغ شد که روی 45 50000 تومان دیگه گیرم نمیاد. و همینجوری شما همه موارد و مسائل رو بگیرید برید جلو. یعنی اون فشاری که دولت ترامپ توسط تیم حد اکثری، که این تیم حد اکثری زیر مجموعه جورج سوروس هست در دولت ترامپی که خود سوروس مخالف ترامپ بود در ظاهر، یادتونه دیگه، این فشار به ملت ایران توی این 4 سال اومد. خب حالا اینا رو داشته باشید. در همین ایام 2 سال رئیس جمهور این طرف مونده، حکومت آمریکا میدونه که 2 سال بعد دولتی هست به اسم دولت جو بایدن. جو خوابالو دیگه، یعنی جو خوابالو که میخندیدید بهش، خیلی ها میخندیدن بهش. اینی که امروز ما داریم میگیم و برای آینده داره اتفاق میفته، اگر ما مردم ایران همچنان بخوایم تو زمین مافیا به نفع مافیا بازی کنیم، واقعا به شما بگم ملت، کشور رو که باختیم هیچی، همه چیزمون رو باختیم. اما اگر هوشیار باشن مردم ایران و فریب این بازی رو نخورن و میز بازی رو به هم بزنن، ما میتونیم اتفاقا کشورمون رو نجات بدیم و چنگال این عراضه لو باشه. فقط یه مطلب اینجا میمونه، توی مستند شنیدید، همه دوستان میدونن، همه مردم ایران میدونن، تا بیت رهبری، یعنی که یعنی علی خامنه ای و مجموعه علی خامنه ای، اجازه ندند که جمهوری اسلامی با یک کشوری، حالا مثل آمریکا یا اروپا، وارد مذاکره بشه، این اتفاق نمیفته. درسته یا نه؟ پس علی خامنه ای خیلی بهتر از من و شما میدونه بازی چیه. اون شعاری که میاد میگه استکبار جهانی، نمیدونم مرگ بر آمریکا، مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، اون فریب بزرگی است که خمینی گفت. چرا؟ چون علی خامنه‌ای میدونه بازی اون چیزیه که اندیشکده‌های آمریکا میدن بیرون، نمایندگان آمریکا از پشت پرده میان با جمهوری اسلامی میگن بازی شما اینه، چون باید این بازی رو بکنی. اینجایی که این شخص توی این مستند میگه این سیاست یا این توافق به ما تحمیل شد، منظورش به ما مردم ایرانه، یعنی این به مردم ایران تحمیل شد، به جمهوری اسلامی تحمیل نشد. جمهوری اسلامی اینو تحمیل کرد به ملت ایران با اجازه کی؟ با اجازه علی خامنه ای. یعنی چی؟ یعنی علی خامنه ای وقتی میاد به شما میگه استکبار فلان، مرگ بر دشمن، دشمن 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 میکنه، خودش با این دشمن دستشون تو یک کاسه است. این اون چیزی بود که رستاخیز سیمور مدت ها میخواست برای مردم اینو باز کنه که آقا فریب شعاره مرگ بر فلان و مرگ بر فلان رو نخورید، این یک کاوره، برای اینکه پشت پرده اینا دارن یه کارایی میکنن و ذهن من و شما یه ایرانی نباید بره این سمت پشت پرده، باید درگیر همین شعاره بشه. یه بخشی هم در داخل ایران اتفاقا اومدن هوشمندانه، من اینجا اینو میگم، هوشمندانه از سمت خود آمریکا اومدن توی تجمعات و فریادی زدن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. یادتونه اتفاقا دشمن ملت ایران هم جمهوری اسلامیه، همین سیاستایی که الان در موردش مستنده شدید. حالا این دشمنی از کجا میاد؟ از قبل از 57 میاد که با ملت ایران دشمنی کردن. اینی که الان من میخوام به شما بگم، امیدوارم جام کماپور اون صحبت خامنه‌ای رو لطفا بذارید دم دست، دوتا صحبت خامنه‌ای رو، من اینجا رو میخوام خوب هموطنانمون گوش کنن. میگن از میگن دشمن دانا بلندت میکنن، بر زمینت میزند نادان دوست. این یه مثال فارسیه، همه ما ایرانی ها اینو شنیدیم، میدونیم که اگر توی ادبیات فارسی مثالی هست، این مثال حکمتی درشه. همینجوری دیمی این مثال نیمده، همینجوری دیمی این کلمات بغل همدیگه قرار نگرفتن. نه، ما همونجوری که از شاهنامه هزار سال پیش امروز درس میگیریم، از بسیاری از این مثالهای فارسی هم باید درس بگیریم. درد رو میدونیم، درمون هم میدونیم، منتها بین این درد و درمون دنبال مصلحت اندیشی میگردیم و این مصلحت پدر ما ملت ایرانو در آورده. یعنی مصلحت، کلمه مصلحت پوست ما ملت ایران رو این مصلحت کنده. من امروز میگم مصلحت من اینه که برم تو تلویزیون شهرام همایون بشینم
و برای مردم حرفم را بزنم مثل خسرو سعدی و این حرف شنیده بشه. مصلحت این است. آقا تو غلط میکنی که همچی چیزی رو میگی مصلحت. شما وقتی میگی من اومدم با گلوبالیست که هیچی، اصلا گلوبالیست و اون یکی جفتشون یه مافیا هست. شما میگی من اومدم با جمهوری اسلامی بجنگم، بعد میری تو تلویزیونی که این تلویزیون دوتا ماموریت داره، یک اختلاف بین مردم در خارج و داخل، و دو که از همه مهمتره شناسایی نیروهای مبارز داخل ایران و فروختنشون به جمهوری اسلامی. بعد شما به اسم مخالف جمهوری اسلامی میری توی این تلویزیون و اون حرفی رو میزنی که اون صاحب تلویزیون به تحمیل کرده، اسمش هم میذاری مصلحت. دقت کردید دیگه؟ آقا امروز مصلحت این است که ما بریم یه جایی تجمع بذاریم، مصلحت این است که شعار جاوید چا گفته نشود، عکس شاهزاده رضا پهلوی هم برده نشود. این مصلحت است. خب چه مصلحتیه؟ خب 40 سال 43 سال که این مصلحت پوست سوار کنده. مصلحت زمانی به هم ریخته میشه که مردم در 140 شهر ایران در دیماه و آبان میان بیرون، مصلحت رو کنار میذارن، میگن اصلاح طلب، اصولگرا، انوگو، تجزیه طلب، برید گم شید، من هویت ایرانی رو میخوام. اینجا پوست مصلحت کنده شده، پاره شده، واقعیت، اراده ریخته بیرون. حالا تو خارج از ایران رسانه ها و اپوزیسیون ما میان میگن آها اونی که اومده میگه جاوید چا اون حالش خوب نیست، اون مزدور جمهوری اسلامی است. مصلحت این است که من امروز بشینم با حسن شریعت مداری و رامین پرهام و شهرام و همایون و نمیدونم اون یکی تجزیه طلبی که احزاب کردنمای تجزیه طلب و فلان و فلان بشینیم با همدیگر گفتگو کنیم به یک حد خواسته حداقلی برسیم. این مصلحت است. همین مصلحت پدر ما داره. خب جناها چی میشن؟ آیا قاسمی ترکیب جناها چی میشه این مصلحت؟ حالا جناها حالا میگم یه سری از این مبارزان هستن که اصلا تعریف جناح رو نمیدونن، بعد میاد صحبت میکنن این مصلحت رو میذارن، یه فراش جنایی هم میذارن بالا سرش، یه کلا شهری هم میذارن، جناح رو نمیدونن هنوز چی. وقتی شما میای صحبت از پادشاهی ایرانی میکنی، وقتی در آبان و دی ماه میان میگن رضا شاه، روحت شاه، جاوید شاه، بگو برگشت شاه، این جناحی حرف نزده. جناح به جریان‌هایی میگن مثل تجزیه طلبان، مثل اصلاح طلبان، مثل اصولگرایان، مثل جریان سومی‌ها، مثل روحانیان مبارز. این کوچولو کوچولوها رو بهشون میگن جناح. وقتی شما میگی فراجناحی، یعنی این همه این مجموعه های انگور رو اومده زیر چتر خودت قرار دادی. وقتی ملت میگن جاوید شاه یا میگن ما خواستمون بازگشته با هویت پادشاهی یا هویت ایرانیه، این اسمش جناح نیست، این یک خواسته ملیه، یک هویت ملیه. شما نمیتونی رو هویت ملی اسم جناح بذاری. هویت ملی که 2500 سال حداقل تاریخ مکتوب داره، این اسمش جناح نیست دوست عزیز، این خواسته ملیه. شما اگر خواسته ملی رو کشوندی آوردی برابر مصلحت در حد یک جناح قرارش دادی، بازی رو باختی. نه اینکه خودت بازی رو ببازی، کمک کردی به همین جریانی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم که این جریان بتونه رو افکار جامعه نفوذ کنه. به اسم چی؟ به اسم دموکراسی. میگم بدبختی ما خارج از کشوری ها اینه که خیلی همون از این برای بوم افتادیم پایین. آقا سازوکار دموکراسی، روش دموکراسی، مکانیزم دموکراسی و هر کوفت و زهرمانی که اسمشو بخواید بذارید، برای سیاست داخلیه، اونم نه برای همه سیاست، برای اجرای اون سیاستی که حکومت هر کشوری، حکومت هر کشوری این سیاست کلامش رو تدوین کرده. منتها شما میاید برای اجرای اون سیاست قوانین تو بر اثر دموکراسی پایه‌گذاری می‌کنی که ببینی بین احزاب و جناح‌های داخل اون کشور، اون حکومت، اون حاکمیت، اون هویت ملی، اون جناح‌هایی که اون طبقه پایین هستن بیان تو سر کول همدیگه بزنن که من میخوام مأمور اجرای این سیاست باشم یا رقیب من. اون سازوکار پایین اسمشو میذارن دموکراسی. اون سازوکار توی رأس امور دخالت نمیکنه. شما در انگلستان دارید ببینید سازوکار و روش دموکراسی
در سطح نخست وزیر به پایینه، از نخست وزیر به بالا دموکراسی غلط میکنه پاشو بذاره. شما هرگز نمی‌بینید به اسم دموکراسی بیان ملکه رو به چالش بکشن یا پادشاه رو به چالش بکشن. دموکراسی رو گذاشتن برای طبقه پایین. مدیر عامل یک کارخونه، مدیر عامل یک کارخونه است، صاحب اون کارخونه است، حالا به هر دلایلی اون سازوکار اداره داخل کارخونه رو بهش میگن دموکراسی. شما اینجوری فرض کنید آقا مهندس نمیخواد دکترای فلان از فلان کشور گرفته بیشتر حالیشه، میره لابی میکنه، نیرو جمع میکنه، این میشه مسئول اون قسمت، یا اون یکی به همین صورت در قسمت داخل. اما اون دموکراسیه که شما اسمشو میذارید یا فلان، اون نمیاد صاحب کارخونه رو به چالش بکشه. اگر اومد صاحب کارخونه رو به چالش کشید میشه جمهوری اسلامی، میشه همین شعله قرقلی که دارید میبینید. سگ صاحبش رو نمیشناسه. هر کسی بیاد به قول جناب کمالپور تمام این هفت نامزد مورد صلاحیت علی خامنه‌ای میاد ایراد میگیرن از دیگران. حالا من نمیدونم دیگران کیا بودن که 43 سال ایران رو ویران کردن، خود اینا بودن دیگه، اما هیچکی مسئولیت کارشو گردن نمیگیره. میخوام اینو بگم، مصلحت اندیشیه که پوست ما رو کنده. از این مثال شروع شد، دشمن نادان دانا بلندت میکنه، در زمینت میذارن نادان دوست. آقا یک صحبت منطقی درست از دشمن ملت ایران بشنوید، یک صحبت، فقط یک صحبت. داره میگه کلید واژه خوب دوستان این دقت کنه صحبت خامنه‌ای رو، کلید واژه ماندگاری جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی از نظر من ایرانی و شما ایرانی یعنی دشمن ملت ایران و دشمن کشور ایران. اینو قبول دارید یا ندارید؟ اول زیر بنویسید. قبول دارید جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگر است؟ قبول دارید خمینی زمانی که اومد گفت این غنایم از این غنایم اسلام است و من گفتم این را به امت بدهند؟ قبول دارید که خمینی اومد گفت شیر خورشید منحوس نشان تمدن و تاریخ ایرانیت باید به پایین کشیده بشه یا نه نشان اسلام باید بره؟ اینو قبول دارید یا ندارید؟ آقای اسماعیل نوری علاوه جریانت اینو قبول دارید یا ندارید؟ آقای شریعت مداری و ایکس و ایگرگ اینو قبول دارید یا ندارید؟ آیا قبول دارید جمهوری اسلامی دشمن ملت ایران هست یا نه؟ اگر قبول دارید از رهبر این جمهوری الدنگ اسلامی یک کلمه حرف منطقی و درست بشنوید. یک کلمه رمز ماندگاری جمهوری اسلامی. اینو نه من پادشاهی خواه گفتم، نه مهران کمالپور پادشاهی خواه گفت، نه دیگر دوستان گفتن، رهبر جمهوری اسلامی اینو گفت، اون اردنگی که به جای رهبر گذاشتنش. من اینه میخواد جمهوری اسلامی بیفته. گوش کنید ببینید علی خامنه‌ای چی میگه. مهران جان برو. امروز صحبتی که من خواهم عرض کنم به ملت عزیزمون بحثیست درباره مهمترین ابتکار امام بزرگوار. امام ابتکارات زیاد داشتند، لیکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی. این ابتکار امام بزرگوار، این همان مردم سالاری دینی است که زیر عنوان جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد